فراخوان 274 هزار تن از مردم عراق به دولت آمریکا و سازمان ملل برای آزادی فوری 7 گروگان اشرفی. پارلمان شوراهای شیوخ و سران عشایر عراق. 274 هزار تن از مردم عراق قتل عام در اشرف توسط مالکی را محکوم کردند و از دولت آمریکا و سازمان ملل خواستار حفاظت لیبرتی توسط سازمان ملل و وادار کردن حکومت مالکی به آزادی فوری 7 گروگان ربوده شده از اشرف شدند. تشکل‌های عشایری و سازمان‌های حقوق بشری که از سراسر عراق از این فراخوان مردمی حمایت کرده‌اند عبارتند از شورای ملی عشایر عراق، شورای شیوخ و زعمای عشایر، قانون وکلای صلاح الدین، قانون معلمین صلاح الدین، قانون همبستگی دانشجویان عراق، جمعیت کبوتر صلح زنان عراقی، انجمن زنان بتول، جمعیت زنان روشنفکر عراقی، تجمع جوانان دیالی، انجمن دوستی و همبستگی کارمندان عراقی با مردم ایران، تجمع استادان دانشگاه و روشنفکران بغداد، تجمع جوانان فلوجه، فراکسیون ملی انقلاب عشرین، مؤسسه عراقی حقوق شهروندی، انجمن صدای عراق مستقل و انجمن جوانان ملی آزادی خواه. بیانیه پارلمان شورای شیوخ و سران عشایر عراق. 274 هزار تن از اقشار مختلف مردم عراق از دولت آمریکا و سازمان ملل می‌خواهند که دولت عراق را وادار کنند 7 گروگانی را که توسط نیروهای مالکی از اشرف ربوده شده‌اند در اسرع وقت آزاد کند. در حالی که جهانیان و عراقیان شریف نسبت به جنایت بی سابقه نیروهای مالکی علیه ساکنان اشرف در اول سپتامبر که طی آن 52 تن از مجاهدین توسط نیروهای مالکی قتل عام شدند و 7 نفر شامل 6 زن و 1 مرد به گروگان گرفته شدند، ابراز انزجار و براءت می‌کنند. دولت عراق همچنان از آزادی این 7 گروگان که در زندان‌های مخفی وابسته به دفتر نخست وزیر عراق تحت اذیت و آزار شدید قرار دارند تفره می‌رود. از این رو طی یک کارزار گسترده توسط پارلمان شوراهای شیوخ و سران عشایر و دیگر تجمعات شیوخ و عشایر عراقی از استان‌های مختلف 274 هزار تن از مردم عراق که طی چند دهه گذشته مجاهدین خلق را از نزدیک می‌شناسند و در گذشته بارها آنها را جزء عشیره خود اعلام کردند، خشم خود را از این جنایت هولناک اعلام و آن را به شدت محکوم کردند و خواستار آزادی فوری گروگان‌ها و تأمین حفاظت لیبرتی توسط سازمان ملل شدند تا از هر گونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم رژیم ایران مسئول باشند. امضا کنندگان در بیانیه خود تأکید کردند به نام عراق و مردم عراق اعلام می‌کنیم این مایه ننگ است که شاهد این گونه اعمال ضد بشری در اشرف نسبت به میهمانان مردم عراق باشیم. جنایاتی که خلاف هر گونه آیین و سنت‌های عشایری و اسلامی ما و برخلاف تمدن و افتخارات تاریخی عراق است. ما امضا کنندگان این بیانیه قتل عام ساکنان اشرف را به شدت محکوم می‌کنیم و از آن تبری می‌جوییم. ما دولت آمریکا و سازمان ملل را فرا می‌خوانیم که با فشار دولت عراق گروگان‌هایی را که توسط نیروهای مالکی از اشرف ربوده شده‌اند در اسرع وقت آزاد کنند، به ویژه که در بین آنها 6 زن مجاهد خلق حضور دارند و ما نسبت به هر گونه اذیت و آزار آنها هشدار می‌دهیم. فراخوان 274 هزار تن از مردم عراق پس از اعلام از طرف پارلمان شوراهای شیوخ و سران عشایر عراق
در مطبوعات و خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها انتشار یافت. تلویزیون التغییر أصدر برلمان المجالس العراقي للشيوخ وأعيانه ورموز العراق بيانا خاص به التغيير استنكر فيها المجزرة التي تعرض لها سكان مخيم أشرف للاجئين الإيرانيين بمحافظة ديالى في الأول من أيلول سبتمبر الماضي التي راح ضحيتها برلمان شوراهای شيوخ وسران عشائر العراق وجمعيتهای شيوخ عشائر در استانهای مختلف طی یک کارزار گسترده بیانیه‌ای با امضای 274,000 نفر از مردم اصیل عراق را جمع‌آوری کردند. آنها در این بیانیه جنایت وحشتناک قتل عام در اشرف را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری 7 گروگان اشرف و تأمین حفاظت بین المللی برای ساکنان کمپ لیبرتی شدند. امضا کنندگان تأکید کردند که مجاهدین میهمان مردم عراق محسوب می شوند و باید در مقابل قتل و هدف قرار گرفتن از آنها حفاظت شود. این بیانیه دولت عراق را متهم می کند که از آزادی گروگانها تفره می رود و این گروگانها در زندانهای مخفی وابسته به دفتر نخست وزیری با محدودیت و فشار مواجه هستند. الايرانيين وطالبوا باطلاق فوري للرهائن المحتجزين وتوفير حمايه عموميه لسكان مخيم اشرف، فيما اكد الموقعون ان المعارضين الايرانيين يعدون ضيوفا في العراق يجب حمايتهم من الاستهداف والقتل والتنكيل. روزنامه از زمان و از زمان بین المللی. شيوخ و سران عشایر عراق حمله به اشرف را محکوم و اعلام کردند. ما به شدت حمله به کمپ اشرف را محکوم می‌کنیم و دولت آمریکا و سازمان ملل را فرا می‌خوانیم که برای آزادی گروگان‌ها در اسرع وقت به دولت عراق فشار بیاورد. بیانیه نسبت به هر گونه اذیت و آزار گروگان‌ها هشدار داد. امضا کنندگان بیانیه خواستار آزادی فوری گروگان‌ها و تأمین حفاظت لیبرتی توسط سازمان ملل شدند تا از هر گونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم رژیم ایران مسئول باشند. آژانس خبری عراق پارلمان شوراهای عشایر عراق طی بیانیه اعلام کرد 274,000 تن از اقشار مختلف مردم عراق از دولت آمریکا و سازمان ملل می‌خواهند که دولت عراق را وادار کنند تا 7 گروگانی را که توسط نیروهای مالکی از اشرف ربوده شدند در اسرع وقت آزاد کند. پایگاه خبررسانی ملف 274,000 عراقی از دولت آمریکا و سازمان ملل می‌خواهند حکومت مالکی را وادار سازند گروگانها را آزاد کند. پارلمان شوراهای شیوخ و سران عشایر عراق خواهان آزادی گروگان‌های کمپ اشرف است. پارلمان شوراهای شیوخ و اقشار مختلف مردم عراق از دولت آمریکا و سازمان ملل می‌خواهند که به دولت عراق برای آزادی فوری 7 گروگانی که نیروهای مالکی از کمپ اشرف ربوده‌اند فشار آورند. آنها گفتند این مایه ننگ است که در اشرف شاهد این گونه اعمال ضد بشری نسبت به میهمانانمان به نام عراق و مردم عراق و در سرزمین عراق باشیم.